هر چقدر که حضورش خوبه نبودنش بده. میدونی یعنی چی نبودنش بده؟ یعنی اینکه جواد رو وقتی که نیست هیچ جوری نمیتونی پیدا کنی، نه با تلفن، نه با پیغام، نه با اینکه کسی رو بفرستی، در فقط و فقط خدا مگر کمک کنه که خدا کمک میکنه. الان نه اینو باور کن، تلفن رو جواب نمیده، اصلا تلفن رو نگاه نمیکنه که جواب بده. وقتی تلفن رو نگاه نمیکنه پیغامی رو هم نگاه نمیکنه، جواب نمیده، خونه نیست که، یعنی هیچ جوری نمیشه پیداش کرد، ولی پیدا میشه، نمیدونم چه جوری. راستی بالاخره که پیدا میشه. ولی وقتی پیدا میشه اصلا از دستش ناراحت نیستی. چرا؟ من قربونت برم. تو خیلی من واقعا ازت مزاحمت. چون کافی نگات کنه یه لبخند، اصلا اون لبخند میخنده. یه جوری میخنده که تو اصلا بیا. وقتی بهش میگه جواد سه ماه دارم دنبالت میگردم اینها. معمولا شیش ماه دارم راست میگه، معمولا میگم ای آره. خب آدم میتونه ناراحت باشه. الان یه بار دیگه چه بار نه ماه دارم دنبال. اینه که آدم نمیشه از دستش. آقا آب بیشتری بخوریم این دفعه. بده من هم یاد بود. یه دفعه هم که شاهد نابودیش بودم، اگه خواستی بعد میگم. آه راست میگه، کنجکاف شدیم. راست میگه، من یه اتفاقی برام افتاد، روزه خودش داشت. نه دیگه خودت. نه دیگه من اصلا تعریفی ندارم، من اصلا یه چیزی زیاد یادم نیست از اون. آقا در هیچ جام گفته نشده. آره فیلمش هم من کاش آورده بودم، ولی نه نبینن چون نه خیلی. بابا فیلم هرشی ما توی شمال کار میکردیم و یه زمین ورزشی بود، گفتن به اونا میگن گلایدر یا پاراگلایدر یا چی بهش نمیدونم یه چیزی، یعنی بود هم چتر داری هم این باد بزنه میدوی میرفت هوا با یه و بعد دیگه پرواز میکردیم. پاراگلایدر میگن دیگه. نه پاراگلایدر میگن آخه. پاراگلایدر مگه از ارتفاع نمیان پایین؟ این از پایین میرفتن بالا. پارا هلیکوپتر یه پنکه مثلا داره. یه دونه چتر اینجوری میره بالا. اینو چیزه، من خیلی هم دلم خواست برم هم خیلی ترسوام، خیلی خیلی. دوستان چند نفری رفتن، جواد گفت که منم میرم، گفتم که مطمئن؟ گفت آره منم میرم. خانم توسلی هم بود، آقای مصفا و خانم توسلی هم رفته بودن دیگه، ما همه قوت قلب گرفته بودیم. من اومدم برم، جواد گفت که من میرم، گفتم خب پس بعد جواد من. آقا این رفت بالا مثلا 20 متری فکر کنم بیشتر و یه دفعه سقوط کامل، یهو موتورش خاموش شد. سقوط کامل و روی سقف یه جا فرود اومد. فرود اومد؟ بله بله، این سنگ، این سنگ. آه. اصلا نمیدونی همینطوره. اون فیلمش هست، خانم توسلی میدوه میگه یا امام زمان. آره، آره. ما هم دنبالش و من گفتم هم خیلی ناراحت بودم هم خیلی گفتم من قرار بود. گفتم رفیق به این میگرد دیدی چه کرد میگه رفیق به این. آره و رفتیم دیدیم جواد گفت هیچی نشده. آره اصلا کجا افتادی؟ ببین یه ورود 20 متر که رفت بالا یهو موتور خاموش شد. به محضی که خاموش شد من پشت سرم این آقای نشسته بود، گفتم که خاموش شد؟ گفت نه ترسی ها. گفتم نه. ببین همه اینا تو یه ثانیه تو این سنگ شدی نه هشت دیگه رو زمین. نه و ببین نمیدونم چه جوری ما زنده موندیم، این سنگ خوردیم زمین. خیلی خوردیم روی یک دیوار. دیوار؟ آره یک دیوار اینجور چیده بودن روی دیوار. خوردیم روی دیوار، دوباره بلند شدیم دوباره خوردیم زمین. برگشته پرسیده موتور خاموش شد، پشتری گفته ببخشید. آره. خواهش میکنم. آره همین اتفاق افتاد. بابای تو چه یادت بودیم. آخه مگه میشه اون صحنه یادم بره؟ چه شانس آوردی پس. آره خیلی ولی من اگه بودم زنده نمیموندم. چرا؟ آخه از اون ارتفاع
راست نمیشه زنده بود. من نمیدونم تو چرا زنده بودی. خدا دوستش داشت. آره آفرین آفرین. خدا دوستت داشت. و دوست و اونجا یه پیرمرد یادمه که اهالی چون ما بلند شدیم اومدیم تو یکی از کوچه پس کوچه ها دیگه. یه پیرمرد اولین چیزی که به من گفت همین بود. من از ضربه‌ای که خورده بود زمین، حالا از روی استرس بوده، هیجان بوده یا هر چی که بود، قه قه می‌خندیدم. مثلا تو فیلم هم هست. پیرمرد فقط اومد جون همین رو گفت، گفت خیلی خدا دوستت داشت. من حالا اون موقع به صد تا چیز فکر می‌کردم. یکی که خیلی ناراحت بودم، اولین رو بگم واقعا، دوم خیلی وحشت زده بودم، بعد گفتم من باید می بودم، بعد گفتم فقط سه روز دیگه از فیلم برداری ما بودم. و درس بزرگ، هیچ وقت وسط فیلم برداری کسی پاراگلایدر سوار نشه.